بذات هاشم اصای نصریخ تراس واران موشه مراشا قهلت یعقوب ادامه هلاخای شباس قوانین مکه به پتیش بودیم. خب در ادامه قوانین مکه به پتیش گفتیم که ما مجازیم در شباس بیایم اتروگا کنار سیب بذاریم که رنگش زردتر بشه. آخه در هلاخا ذکر میکنه که اگه ما بیایم اتروگی که رنگ سبزه، آخه میدونید مهودارترین اتروگ که ما انتخاب میکنیم که بیایم روش براخا بگیم برا موعد سوکا، اتروگیه که رنگ زرد رنگ داشته باشه. حالا اگه اتروگ ما رنگش سبزه و میخواییم زرد بشه، اون اگه کنار سیب بذاریم رنگش زرد میشه و این کارو مجازیم تو شبات انجام بدیم و جنبه یه مکه به پتیش در موردش صدق نمیکنه. مورد دیگه جدا کردن بندای سیسیت وقتی که به هم پیچ خوردن. طبق نظر هاروودیا مجازه که ما تو شبات بندای سیسیتا که به همدیگه پیچ خوردن از همدیگه جدا بکنیم، ولی سیسیت نو مجاز نیست. سیسیت نو اگه بندای سیسیتش به هم پیچ خوردن ما تو شبات نمیتونیم جدا بکنیم. این در زمره مکه به پتیش قرار میگیره. البته طبق نظر هارا بنیشخای عقیده دارن که حتی سیسیتی که نو هم نیست و چندین بارم استفاده شده، وقتی که بندای اون به هم پیچیده شدن ما تو شباط نمیتونیم از هم جدا بکنیم و جنبه یه مکه به پتیش داره. پس لمعسه طبق نظر هاراوودیا سیسیتایی که استفاده شده و بنداشون به هم دیگه پیچ خورده، نه اینکه گره خورده، گرانه نمیشه تو شباط باز کرد، ولی اگه به هم دیگه پیچ خورده ما مجازیم تو شباط بیایم و اون پیچا رو باز بکنیم، مگر اینکه سیسیتمون نو باشه که به این شکل سیسیت نو از جنبه مکه به پتیش نمیتونیم بندا را بیایم از اون پیچشی که به هم پیچ خوردن باز بکنیم. خب یه مورد دیگه ای که در موردش خخامیم توضیح میدن که میتونه در زمره مکه به پتیش قرار بگیره، تا کردن تو شباته. ما مجاز نیستیم که بیایم و لباسمون رو تو شبات تا بکنیم روی همون تایی که بوده، و این خخامین به این شکل توضیح میدن که شبیه به تیغون کلیه. یعنی وقتی که ما بیایم لباسمون رو تو شبات روی تای خودش تا بکنیم، مثل اینه که داریم یه تیغونی میدیم اون وسیله یا اون لباسا. برابر این ما تو شبات نمیتونیم لباسمون رو از روی تای خودش بیایم و تا بکنیم، ولی که این شرایطی هست که میتونیم تو شبات بیایم و تا بکنیم. یکی این که وقتی میخواییم لباسمون رو تا بکنیم روی تای خودش تا نشه. دقیقا اگه رو تای خودش تا نمی کنیم تو شبات مجازه که اون لباس رو بیایم و تا بکنیم. پس اگه رو تای خودش تا نمیشه، مثلا برخلاف تا میشه، یا اینکه یه مقدار اون طرف در روی تای اولیه نمیایم تا بزنیم، این مجازه و میتونیم تو شبات این کارا انجام بدیم. و همینطور لباسایی که پلاستیکی هن و تا توشون پیدا نیست، اینا میشه تو شبات بیایم و تا بکنیم، به خاطر اینکه اون تای اولشون مشخص نیست. بنابراین لباسای پلاستیکی یا گومی از جنس گومی، همون شبیه پلاستیک، اینا رو ما مجازیم که تو شبات بیایم و تا بکنیم، به خاطر اینکه جای تا روی اونها باقی نمیمونه. و همینطور اگه تا میکنیم ولی نه به شکل تا کردنی که اهمیت میدیم رو تا کردن، بلکه فقط لباسا رو همینجور مرتب میکنیم، اینجوری توضیح بدیم، یعنی به صورت مرتب یه مقدار اینجوری رو همدیگه قرارش میدیم که تو کمد جا بگیره، ولی دقیق تا نمیکنیم، اینم مجازه و میتونیم تو شبات بیایم و این کار رو انجام بدیم و ممنوعیت از جمعه تیغون کلی نداره. پس مراحلی که گفتیم مجاز تا بکنیم، یکی این که روی تای خودش نباشه، یعنی این که مثل لباسای پلاستیکی باشه که اصلا محل تا روی اونها باقی نمونده، یا این که اصلا تا دقیق نمی کنیم، همینجور داریم مرتبش می کنیم که تو کمد قرار بدیم، این مجازه و ممنوعیت نداره. خب یه سوالی از هاروودیا پرسیدن که آیا ما مجازیم بیایم مثلا فرض کنید مهمون داریم، سر هر میزی داخل هر بشقابی میخوام یه دستمال کاغذی تا کنیم بذاریم، آیا مجازه یا نه؟ بر طبق هاروودیا مجازه. هاروودیا میفرماین به خاطر اینکه یه بار مصرف این دستمال کاغذی ها
و بعد از استفاده دیگه غیر قابل استفاده است و دور میندازیم، این مانعی نداره و دستمال کاغذی ها ما میتونیم تو شبات تا بکنیم. خب یه سوالی که پیش میاد در مورد سیسیت برای آقایون، آیا آقایون در شبات بعد از این که تفیلای شخری تا خوندن میتونن سیسیتشون رو روی تای خودش تا بکنن یا نه؟ لخط خیلا نه، لخط خیلا آقایون وقتی که سیسیتشون رو براخوا میکنن روی تای خودش تا نکنن، روی تای خودش تا نکنن و به این شکل طبق نظر همه از انجام وظیفه خارج میشن و میخشولی براشون پیش نمیاد. بنابراین آقایون بهترین حالت اینه که وقتی میخوان سیسیتشون رو براخا بکنن روی تایی همیشگی تا نکنن، برخلاف اون تا بکنن یا یه مقدار چند سانت اون طرف ترش تا بکنن، این بهترین حالته. ولی در هر صورت کسی که روی تای خودش هم سیسی تا میکنه یش لو انمشه اسمخ، چیزی داره بر اون تکیه بکنه و اینم مورد قبول هست و مانعی نداره. بعضی افراد هستن که در این مورد سخت میگیرن و اصلا سیسیتشون رو تا نمی کنن، همین جوری ول میکنن سیسیتا تا شب یک شبات. این باید مواظب باشن که به حالت بیزایون نیاد اون سیسیت، به حالت خاری وارد به سیسیت نشه. باید دقت بکنن اگه کسی هم تا نمی کنه سخت میگیره تو شبات سیسیتشا و حالا فرض کنید نمیاد برخلاف تایش هم تا بکنه، همینجور سیستش رها میکنه و میره، خیلی موقع است که این خصفش الان بیزایون خاری وارد میشه به اون سیسیت و اینو باید دقت داشت که خاری به سیسیت وارد نشه. بهترین حالت همینه که گفتیم روی تای خودش تا نکنه و بالا یه مقدام اون طرف تا بکنه و بعد از اون شب یک شبات بیاد و سیسیت را دوباره باز کنه و از اول روی تای خودش تا بکنه. این بهترین حالته که میگن میسوا گررت میسوا، بعد از یه میسوا فوراً یه میسوای دیگه را به این شکل میاد و انجام میده. خب بعضی کلاها هست که تو رفتگی پیدا میکنه تو شعبات، خب مجازه که این تو رفتگی ها بیایم درستش بکنیم، این مانعی نداره. یعنی نمیگیم جنبه یه تیغون کلی داره یا شبیه به تا کردنش بکنیم، این مانعی نداره. یعنی که فرض کنید یقه یکی کت شده یا یقش فرض کنید تو رفتگی پیدا کرده، اینا ممنوعیتی تو شبات نداره. اتفاقا باید دقت کنه که حتما آراسته باشه، مخصوصا اگه تلمید خواخامه و اینا، جنبه تیغون کلی در موردش صدق نمی کنه. بنابراین مجازی ما یقه را صاف بکنیم اگه کج شده، یا اگه لباسی یا کلایی تو رفتگی پیدا کرده صافش بکنیم، اینا ممنوعیتی نداره. بعضی پیشبندهای یه بار مصرف هست که پلاستیکی بعضیاش یا کاغذیه و اونجایی که داخل سر قرار میگیره که اون پیشبند قرار بدن، یه سوراخ‌های ریزی داره که اونا رو باید پاره بکنن که بتونن ازش استفاده بکنن. خب تو شبات نمیتونیم ما این سوراخ‌ها رو بیایم و به این شکل باز بکنیم که بخوایم از این پیشبند استفاده بکنیم، اینم در زمره این ممنوعیت قرار داره. خب تو شبات ما نمیتونیم بیایم بالش درست بکنیم، مثلا فرض کنید بیایم پنبه و پر و اینایی که بالش باش درست میکنند ما نمیتونیم تو شبات بیایم داخل مثلا یه پارچه ای قرار بدیم که بالش تو شبات درست بکنیم، اینم جنبه یه متقن مانه داره تو شبات و نمیتونیم این کار انجام بدیم. ولیکن اگه بالشته درست شده بوده و موادی که داخل بالشته بیرون ریخته یه مقداریش، میتونیم اونا را سر جاش برگردونیم به شرط اینکه قبل از شبات اون بالشته پر شده بوده. پس بنابراین بالشته نو نمیتونیم تو شبات درست بکنیم، ولی که اگه بالشتمون یه مقدار مواد داخلیش ریخته حالا بخوایم برگردونیم مجازه. ولی باید دقت داشت که تو شبات دوختن مجاز نیست. وقتی که میایم و اون مواد داخلی بالشت رو قرارش میدیم، باید دقت بکنیم که نمیتونیم بعد بیایم بالشت رو بدوزیم. خب این واضحه که قبلا به اون اشاره کردیم. خب بعضی بالشت ها هست، بالشت گومی بهش میگن، این بالشت ها توشا باد میکنن و استفاده میکنن. خب اگه قبل شبات باد شده، حالا یه مقداری از این بالشت بادیه بادش خالی شده، ما مجازیم تو شبات بیایم و اونا بادش بکنیم و ممنوعیتی نداره. بله.
خب مورد دیگه در مورد اسبابازی که مال بچه هاست و مثلا فرض کنید یه قطار با باتری کار میکنه، خب واضحه که آسطور ما بذاریم بچه ها تو شبات بیان و با اون بازی بکنن. اسبابازی که با باتری کار بکنه حتی برای بچه ها هم تو شبات مجاز نیست. حالا بعضی اسبابازی ها هست که کوکیه، مثلا فرض کنید یه قطار میان کوکش میکنن، این قطار حرکت میکنه بدون دخالت باتری، اصلا باتری نداره، یا یعنی اینکه یه نخیه این نخو میکشن، مثلا یه قورباغه است یا یه قطار یه ماشین اینجوری حرکت میکنه. برای بچه ها مجازه که بیان با این بازی بکنن به شرط اینکه قلشیر نداشته باشه، یعنی موسیقی و اینا همراه با خودش نخونه، صدا بده طوری نیست، ولی صدای شیر، صدای آهنگ و اینا از خودش بیرون نده مجازه. و حتی طبق نظر خیلی از بزرگان، بزرگان هم میتونن برای بچه ها بیان و کوک بکنن یا بیان این نخه را بکشن که این قطاره حرکت کنه که بچه ها باش بازی بکنن. پس اگر اسبابازی بدون دخالت باتریه و توسط کوک کردن یا یه نخیه میکشیم و کار میکنه، این مجازه، به شرط اینکه صدای آهنگ از اون بیرون نیاد مجازه که بچه ها باش بازی بکنن و حتی گفتیم بزرگترها هم میتونن بیان کمک بکنن که اونا کوکش بکنن و این ممنوعیت نداره. خب یکی از گزره هایی که خخامیم برای ما بریدن به خاطر اینکه مبادا به حالت میخشول بیاین و یه تقن کلی اتفاق بیفته، یعنی اون ممکنه اون وسیله خراب بشه و ما تو شبات بیاین و اونا درستش بکنیم، زدن آلات موسیقیه. ما مجاز نیستیم که تو شبات بیایم آلات موسیقی بزنیم حتی اگه با برق و باتری کار نمیکنه. صد البته اگه با برق و باتری کار میکنه که دورایتا آسوره، از تورا ممنوعه. اگه وسیله آلات موسیقی با برق یا باتری کار بکنه، یا از تورا ممنوعه که تو شبات بیایم از اون بزنیم. مثلا فرض کنید یکی بیاد تو شبات ارگ بزنه یا پیانو بزنه، اگه اینا با برق کار بکنه یا با باتری کار بکنه، این حتی میتونه ایسورش خیلی مواقع از تورا باشه. ولی که موسیقی هایی که با باتری کار نمی کنه، مثلا فرض کنید ویالون یکی بزنه، تنبک بزنه، دف یکی بزنه، اینا ممنوعیتش میده ربانانه. ما مجاز نیستیم که تو شبات بیایم و اینها را استفاده بکنیم. دلیل گزراش اینه که ممکنه خراب بشه و بیایم تو شبات اونا را درست بکنیم. حالا ممکنه بگید آقا ما اصلا بلد نیستیم درست بکنیم، یا ما قول میدیم 100% خرابم شد نیام درستش بکنیم. با تمام این وجود وقتی خخامیم گزرا یا میبرن، دیگه اون گزرا سر جا خودش هست و فرقی قائل نشدن، چه اینکه ما بلد باشیم درست بکنیم اگه خراب شد، چه اینکه بلد نباشیم یا قول بدیم که آقا خرابم شد نمیام درستش بکنیم، خخامیم فرقی قائل نشدن. بنابراین زدن آلات موسیقی، تنبک، ویالون، دف، اینا تو شبات ممنوعه، میده ربانان، ممنوعیتش از ربانانه و به هیچ عنوان ما نمیتونیم سبک بگیریم که یه فرد اسرائیل بیاد و این آلات موسیقی ها تو شبات استفاده بکنه و بزنه. حتی برای سیمخاتورا، حتی اگه سیمخاتورا هم باشه، ما مجاز نیستیم، حتی تو یوم تو مجاز نیستیم که بیایم و از آلات موسیقی استفاده بکنیم. البته حالا ودیا اینا توضیح میدم، میگن اگه به یه فرد غیر اسرائیل بگیم که بیاد این آلات موسیقی یا بزنه که با باتری و برق کار نمیکنه، مثلا فرض کنید یه ویالونه، به یه غیر اسرائیل بگیم که بیاد تو شبات برامون بزنه، با برق هم کار نمیکنه، میخشولای دیگه هم 100% اتفاق نمیفته و سرخ میسوا هم باشه، مثلا فرض کنید شبات عروسیه، شبات بریت میلاس، جشنه، در این صورت اگه غیر اسرائیل اون آلات موسیقی هم میزنه که با برق کار نمیکنه و میخشولای دیگه مطمئن باشیم که توسطمون پیش نمیاد، این مجازه و میتونیم سبک بگیریم. میشه پسیق، میشه شبوت دیشبوت، یعنی گفتن امیران گوی شبوته و خود آلات موسیقی هم شبوته، یعنی میده ربانانه. بیمقوم میسوا هم هست، شبوت دیشبوت بیمقوم میسوا مجازه. البته گفتم خدمتتون تو همه شرایط نمیشه اینا گفت، فقط باید دقت داشته باشیم که میخشولای دیگه توسط این پیش نیاد، لغزش های دیگه پیش نیاد، در اون صورت میتونیم مجاز بکنیم.
بله خب، یکی دیگه از گزره‌هایی که خخامین بریدن از جنبه همین تیغون کلی، دست زدن تو شبات یا رقصیدن تو شباته. برای سفارادی ها مجاز نیست که تو شبات بیان برقصن یا دست بزنن. این ماران اینا در شورخانانوخ ذکر میکنن. این گزره است، واقعا هیچ دلیلی نمیتونیم براش بگیم، فقط خخامیم این حکما بریدن و به این شکل توضیح میدن خخامیم که مبادا بیاد آلات موسیقی هم بیاره و اون آلات موسیقی ها خراب بشند و بیاد اونها رو بخواد تیغون بده. البته نظراتی هست از جمله نظر تصفت، عقیده دارن که دست زدن تو شبات یا رقصیدن مجازه. اشکنازی ها سبک میگیرن اینا، یعنی طبق نظر اشکنازی ها مجازه تو شبات ما دست بزنیم برقصیم و این ممنوعیت را ذکر نمی کنن اشکنازی ها و اینجور توضیح میدن بعضی از بزرگان که ما امروزه توانایی این که بتونیم آلات موسیقی ها هر کدوممون تعمیر بکنیم ما نداره، بنابراین اشکنازی ها سبک میگیرن. ولی ما سفارادی ها نمیتونیم سبک بگیریم. ما سفارادی ها که تمام فتواهامون طبق نظر ماران شورخانانوخ رفتار میکنیم، چون این بزرگوار به این شکل توضیح میدن که برای ما مجاز نیست، ما هم نمیتونیم اینا سبک بگیریم. فقط در سیمخا تورا ما میتونیم سبک بگیریم. سیمخا تورا حتی اگه شبات واقع شده باشه ما مجازیم که دست بزنیم برقصیم و پایکوبی بکنیم و شامل این گزره خخامیم نمیشه. البته رقصیدنی که فقط حالت مثلا دور زدن باشه، مثلا دست روشونه هم دیگه به این شکل میذارن و میچرخن، طبق نظر سفارادی هم اینا میشه سبک بگیریم. خب یه گزره دیگه که خخامیم بریدن در مورد بشکن زدنه. بشکن زدنی که به حالت شیر باشه، یعنی مثل آهنگ خوندن باشه، اینم خخامیم برا ما ممنوع کردن و باید دقت بکنیم که نمیشه تو شبات بشکن زد مثل آهنگ، مثل شیر، و این مجاز نیست. ولی اگه میخوایم یکی یا صدا بزنیم یا بچه یا بیدار بکنیم، اینجوری مثلا بشکن میزنیم که بیدارش کنیم، یا یکی حواسش پرته اینجوری بشکن میزنیم که صداش بزنیم، این ممنوعیتی نداره. سازدهنی یا سوت که با وسیله زده میشه، خب واضحه که تو شبات مجاز نیست که بیان و بزرگترا از اون استفاده بکنن، ولی بعضی از بزرگان برای بچه کوچیکا سبک میگیرن. سازدهنی ها اگه بچه کوچیکا میزنن، بعضی از بزرگان هستن که مجاز تو شبات اونا مجاز میدونن، ولی بزرگترا اونایی که بالای 13 سالن واضحه که مجاز نیست که بیان و از اون سازدهنی تو شبات استفاده بکنن. خب سوت زدن اگه با انگشت باشه یا با دهنش باشه این مجازه تو شبات، ولی اگه با وسیله باشه، مثلا با سوت باشه، این مجاز نیست و نمیتونیم سبک بگیریم. زنگوله، خب واضحه که تو شبات ما نمیتونیم یه زنگوله یا بیاریم اینجوری باشه زنگوله بزنیم و آهنگ بزنیم، درست؟ حالا یه سوال، بعضی درا هست وقتی که در رو باز میکنیم خود به خود زنگوله به صدا در میاد، زنگوله ای که اصلا به برق و باتری وصل نیست و به این شکل صاحب خونه متوجه میشه که یه شخصی وارد خونه شده. استفاده کردن از اینا تو شبات مجازه، لازم نیست حتما از در خونتون این زنگوله را باز بکنید. این مجازه که وقتی با ورود یه شخصی این زنگوله به صدا در میاد این مجازه، ولی کسی که سخت بگیره قبل از شبات این زنگوله را برداره تا با علاو براخا بر اون براخا میاد، ولی از اصل قانون میتونیم سبک بگیریم. یا اینکه مثلا فرض کنید حالا بیشتر درهای قدیم بوده، یه حالت زنگ داشته در خونه که نمیدونم چی بهش میگن، که اونا میکوبیدن روش و به این شکل صدا در را صاحب خونه میفهمیده، مجازه که تو شبات از این استفاده کرد. مجازه طبق ما سفارادی ها تو شبات با این در بزنه و جنبه این که از جنبه موسیقی تو شبات ممنوع باشه این وجود نداره، چون به نیت موسیقی اصلا نمیزنه و صدای موسیقی هم به وجود نمیاره، درست؟ خب یه مورد دیگه ای که هست
در مورد ریمونیمه. ریمونیم همون حالت زنگوله، شکلایی که رو سفر تورا قرار میدن. خب واضحه که تو شبات یا تو یوم تور استفاده کردن از اونها مجازه، به خاطر اینکه اینا اصلا جنبه به نیت آهنگ زدن نذاشتن رو سفر تورا، بلکه به این نیت رو سفر تورا گذاشتن که وقتی سفر تورا را در میارن جماعت صدای این ریمونی ما بشنون و بفهمن که تورا در آوردن. و میدونید ما قانون داریم که هر موقع سفر تورا از تو هخال بیرون میاد موظفن همه بیستن، چه خانوما چه آقایون، همه موظفن بیستن تا اینکه سفر تورا را برن روی میشکان قرار بدن. هر موقع سفر تورا برداشته میشه و دارن حرکتش میدن، ما موظفیم به احترام سفر تورا بیستیم. بنابراین اگه ریمونیم روی سفر تورا است و صدا میده، این ممنوعیت تو شبات نداره. چرا؟ به خاطر اینکه به خاطر کابود تورا گذاشته شده که همه بفهمن که تورا داره میاد و به احترام تورا بیستن. رادیو گوش دادن، تلویزیون گوش دادن تو شبات یا تلویزیون دیدن تو شبات 100% ممنوعیت داره و حتی اگه توسط یه فرد اسرائیلی که شبات خلول کرده یا توسط غیر اسرائیل روشن شده، ما مجاز به دیدن یا گوش دادن اون نیستیم. مثلا فرض کنید یه جا مهمونید شما که شبات ها نگر نمیدارن، متاسفانه تلویزیون روشن کردن، شما ممنوعه که بشینید اخبار رو بزن ببینیم چی داره اخبار میده، یا مثلا رادیو روشن کرده گوش بدید داره چی میگه، باید حواستون رو پرت بکنید یا از اونجا بیرون بیاید. پس دیدن تلویزیون یا گوش دادن به رادیو، گوش دادن به تلویزیون تو شبات، حتی اگه توسط ما روشن نشده، توسط غیر اسرائیل روشن شده، توسط یه فرد اسرائیلی که قصفش آلام شبات خیلون میکنه روشن شده، دیدنش مجاز نیست از چند جنبه. حتی اولا خصفش آلام خالی به شباته، دومن عبدین دخوله، سومن به این شکل ما داریم کمک میکنیم که طرف بیشتر اگه اسرائیل بوده خیلون شبات بکنه خصفش آلام. بنابراین اینا باید دقت داشته باشیم که مجاز نیست. و همچنین آسوره که در شبات شفار بزنن، زدن شفار در شبات ممنوعه. این گزرایی که خخامین بریدن و حتی یکی بخواد برای آموزش هم بزنه مجاز نیست. شما نمیتونید مثلا میخواد یاد بگیرید تو شبات نمیتونید شفار بزنید. و یه گزرایی دیگه که خخامین بریدن اینه که ما تو شبات نمیتونیم شنا بکنیم. خب شاید یکم عجیب باشه. دلیل گزرا اینه که مبادا یهو بیایم یه قایقی یه چیزی درست بکنیم و از ممنوعیت بگذریم. با تموم این وجود، حتی اگه ما مطمئن باشیم بگیم آقا ما تو عمرمون حتی یه قایق هم تا حالا درست نکردیم، با این وجود این گزرای خخامیمه. وقتی خخامیم گزرا یا بریدن، فرق نذاشتن که آیا اون طرف میتونه قایق درست بکنه یا نه. بنابراین شنا کردن تو شبات ممنوعه و این گزرای خخامیمه. حتی اگه 100% شما مطمئنید که نمیاید قایق درست بکنید، این گزرا سر جا خودش هست. البته شنا کردن تو استخرهایی که لبه داره، یعنی حالت فرض کنید لبش اومده بالا لبه یه استخره و حالت یه ظرف پر آب پیدا کرده، یعنی وقتی آب تکو میخوره آبا نمیرزه از استخره بیرون، اینا بعضی از خخامیم هتر میدن به خاطر اینکه میگن این حالت یه ظرفی ها پیدا میکنه که پر آبه و هیچکی نمیاد تو ظرف پر آب قایق درست بکنه. ولی در هر صورت هیچ وقت توصیه نمیشه که آدم تو شبات بره شنا بکنه، یا حتی اگه لباس شنا هم میپوشه خوب نیست آدم تو شبات بره و شنا بکنه. چندین میخشول ممکنه پیش بیاد. یکی همین میخشولی که گفتیم، همون گزرای خخامیم، یکی این که ممکنه لباسش به حالت سخیتا بیاد وقتی با لباس میره تو استخر که شنا بکنه. حتی اگه لباسش پلاستیکی باشه ممکنه دوخت روی پلاستیکا کتونی باشه که به حالت سخیتا بیاد، و چندین میخشول دیگه میتونه پیش بیاد. بنابراین توصیه نمیشه که اصلا تو شبات آدم بره شنا بکنه. اینا خخامیم توصیه نکردن و گفتن کسی که از این موارد تو شبات دوری میکنه تا با علاو براخا، حتی به شکل مجاز، حتی به شکل مجاز
جایی که امکانش هست باید از این موارد دوری بکنه.